در آموزش هایی همچون آموزش زبان انگلیسی یا زبان خارجی بهتر بگم، ما معمولا این تجربه رو بیشتر لمس میکنیم، فراموشی های پی در پی و بعد دلزدگی هایی که باعث میشه رها کنیم این آموزش رو. بعد گهگاه توی جمعی وارد میشیم، توی مهمانی، توی نشستی، میبینیم یه نفر، حالا سن و سالی هم ممکنه نداشته باشه صرف نظر جنسیتش، خانم یا آقا، در آن واحد 3 یا 4 زبان رو داره فرا میگیره. چند وقت پیش در یک بزرگداشتی بودم، جناب آقای دکتر شیمی که از اساتید فرهیخته دانشگاه تهران، ایشون در سن 90 سالگی تازه تصمیم گرفته بودن زبان ایتالیایی یاد بگیرن. خیلی عجیبه. گفتگو میخوام بکنم با آقای مهندس مالکی، مدیر عامل محترم مؤسسه G5، و اینکه چه تکنیکی رو به کار ببریم این زبان فرار، زبان خارجی فرار رو غیر فرارش بکنیم. آقا خیلی خوش آمدید. سلام دارم خدمت تمام بیننده‌های خوبتون. ما الان حدود 3 سالی هست که با برنامه‌تون همراه هستیم. زنده باشید مهندس. بیننده‌های خوب. و تو این 3 سال دوستانی هستن که الان G5 شدن پای همین برنامه شما، خصوصا الان دوستان ما بهشون پیامک هم میدن همیشه و استقبال هم میشه و خیلی خوشحالیم که الان پای برنامه شما دارن زبان یاد میگیرن. بله، در حقیقت همزمان. و این فقط هم با تکنیک G5 میشه این کار رو کرد. فرمودید که آقای دکتر در سن 90 سالگی ایتالیایی یاد میگرفتن. اجازه بدید که من یک خاطره آقای دکتر حسابی خدمتتون بگم، خیلی جالب است. ایشون هم در همین سنین، این سنین فکر میکنم 70 سالگی، شروع کردن زبان آلمانی رو کار کردن. بله. و خیلی جالب هست که ایشون میرن حالا توی در حقیقت آلمان اسباب بازی برای بچه ها بخرن، بچه هاشون بخرن، بعد میبینن که نمیتونن خوب به آلمانی صحبت بکنن و منتقل بکنن. و جالب اینجاست که از همون موقع تصمیم میگیرن زبان آلمانی هم به زبانهاشون که 7 تا زبان میدونستن اضافه بکنن. خوب. و خیلی جالبه، اینو با یه تکنیک خیلی جالبی انجام میدادن. یعنی وقتی میان ایران فقط روزی نیم ساعت تا 1 ساعت یک وقت معینی رو گذاشته بودن و آلمانی کار کردن. و جالب اینجاست که اون پروفسوری که یه پروفسور سوئیسی بوده براشون کتاب میفرستاده از سوئیس، از مونیخ براشون، میگه دکتر الان کتاب‌هایی رو می‌خونه بعد یه مدتی که کار می‌کنن که من اینها رو دیگه متوجه نمی‌شم، من قضا زبان فلسفه‌اش سنگینه با اینکه زبان خودم آلمانی هست. آلمانی، بله. بعد حالا این خیلی مناسبت داره، ما از همین تکنیک استفاده کردیم در محصول جدید SG5 که یادگیری زبان هست و به همه یه قول میدیم، میگیم شما نیم ساعت تا 1 ساعت وقت بذارید. من خودم دارم استفاده می‌کنم، یعنی من روز نیم ساعت، ساعت 6:30 تا 1:30 به 7 گذاشتم برای همین کار. شما آماندس رو میز کار شو یه دونه G5 دارین دیگه؟ نه دقیقاً، البته هم تو خونه دارم هم تو میز کارو، و تو جیب من الان تو دقیقاً هستش، کیف همراهش. و خیلی جالب هست که با همین روش، باور نمی‌کنید، ما الان کل بچهای مؤسسه‌مون، یعنی از نگهبانمون بگیرید تا پرسنلمون تا مدیرانمون، همه شروع کردن در یک ماه دارن با همین روش کار میکنن. یعنی روز نیم ساعت تا 1 ساعت تایم دکتر حسابی تعریف کردن و دارن کار میکنن و نتایج فوق‌العاده‌ای گرفتیم. یعنی من خودم تو همین استمراری که به دست اومده میبینم که واقعا چقدر استمرار مهم هست. و واقعا بزرگترین مشکلی که در زمینه زبان وجود داره همین رها کردن است. یعنی بعضی موقع اینقدر ما رها کردیم میگه جرئت نمیکنیم دفعه دوم شروع کنیم. ما اومدیم دقیقاً همین رو گفتیم، این موضع رو باید حل بشه. یعنی ما راه حل برای این قضیه تعریف کردیم و برای این قضیه 5 تا در حقیقت ابزار فکری طراحی کردیم. یکی که هر کدوم تقویت اراده ما رو تقویت کنه، به ما کمک بکنه که ما در حقیقت اون تمرکزمون در مسیر یادگیری حفظ بشه، رها نکنیم. من یه سوال بپرسم، چون الان دارم پیامک ها رو همزمان که بر فرمایش حضرت عالی توجه میکنم مرور میکنم، میبینم خیلی ها معتقدن که G5 دقیقا چی کار میکنه که ما با زبان اون سلفت برقرار کنیم و رهاش نکنیم. ببینید، زبان بزرگترین مشکلش اینه که شما تو محیط طبیعی نیستید. یعنی یه لغت یا مطلبی که یاد میگیرید، عملاً بزرگترین مشکل اینه که تکرار نمیتونید بکنید. یعنی یا اگر بکنید هم تکرار خسته کننده هستن. اگه مثلا تو محیط طبیعی باشید، حالا مثلا یک کشور انگلیسی زبان باشید، اینقدر تکرار میشه که شما وارد حافظه دراز مدتتون میشه. G5 ابزاری، روشی هست که
با تکرارهای منظمی که بر اساس منحنی فراموشی بینگهاوس تنظیم شده مطلب رو وارد حافظه درازمدت میکنه. من بخوام یه مورد مستاقش رو صحبت بکنم، آقای دکتر یامی هستم، ایشون 7 زبان رو با این روش کار کردن و خیلی هم جالبه که همزمان نه جدا کار کردن، ولی همه 7 زبان رو بلدن. بله. 4 زبان مسلطن. حالا این زبان هم خیلی جالبه، اصلا سنخیتی با هم ندارم، مثلا یکیش عربیه، یکیش انگلیسیه که خب حالا نورمال هست، فرانسه هست و چینیه. چینی یکی از سخت‌ترین زبان هاست. بله. و جالبه ایشون الان دارن در دانشگاه شانگهای مقطع دکترای استراتژیک میخونن و خیلی جالبه وقتی میرن برای مصاحبه صحبت میشه که خب شما میخواید برید تو بخش انگلیسی زبان ما دیگه، چون ایشون به چینی صحبت میکردن، ازشون میپرسن که شما میخواید تو بخش انگلیسی زبان ما دانشگاه درس بخونید، میگه نه من دقیقا میخواید تو بخش انگلیسی شما بخونید، تو بخش چینی زبان. حالا جالبتر اینجاست که ایشون دقیقا یه سری عکس هم برای ما فرستادن که ایشون در یک فیلم تاریخی در چین دقیقاً به کار گرفته شدن. خب. بله عکساشون هم انداختن بالا و این فیلم تاریخی به خاطر ایشون خب زبان چینی بلد بودن دیگه، بعد چون زبان فرانسه رو مسلط بودن در نقش یک افسر فرانسوی که اون زمان برای چین رو اشغال کرده بودن ظاهر میشن و نقش بازی میکنن. و آقای مهندس مالکی، در واقع شما معتقد هستید که این عارضه‌ای که ما در یادگیری زبان‌های خارجی تجربهش میکنیم، یکی فرار بودن واژگان و یکی بیمیلی و دلخوردگی و دلزدگی که بعد از یه مدت برامون ایجاد میشه، با G5 در فواصل در واقع فراغت ما در طول روز میتونه کاملا جبران بشه. ماحصل این گفتگو این بود که در یک تجربه نشون داده شده که با G5 در نیم ساعت در روز ما میتوانیم بعد از یک دوره بازه زمانی به نتیجه برسیم. متشکرم. زمان زیادی نداریم، در عرض 30 ثانیه دوستان، چون دارن بای بای میکنن باشه دیگه. بسیار عالی. ما دقیقاً خب همونطور که جنبندی خوبی شما فرمودید و من واقعاً فکر میکنم دوستان میتونن حتما با ما در تماس باشن با بخش به حال بخش روابط عمومی ما و میتونن ما 48 صفحه به اصطلاح مطلب آماده کردیم که واقعا اطلاعات خیلی جالبی هست، به رایگان براتون ارسال میشه همراه با سی دی افتاده. ما اصلا نمیدونم دلشون برای من سوخت یا برای شما. این مدیر محترم صحنه میگه 4 دقیقه دیگه میتونید صحبت کنید. شما روی سایت برای دوستانی که مایلن در واقع زبان بخونن تو حالا زبان‌های بیگانه متفاوت چه پیشنهاداتی رو گذاشتید؟ آیا اطلاعاتی هست که کسی ببین، چون آقای مهندس G5 یک وسیله است، این وسیله خیلی مهم نیست، اون تکنیکه خیلی مهمه، درسته؟ دقیقاً. حالا شما این اواخر یه سری فلش کارت هایی رو هم آماده کردید که در گذشته خود افراد اینها رو فیش نویسی می‌کردن. روی سایتتون چه اطلاعاتی برای کاربرانتون گذاشتید که بتونن از اونها بهره ببرن برای اینکه این تکنیک رو عملی بکنن؟ درست. ببینید ما در مسیر یادگیری مشکلات زیادی داریم و بزرگترین مشکل همون رها کردنه. حالا فرقی هم نمی‌کنه، حتی در سایت دبیرستان هم که می‌خوایم بخونیم بچه‌ها می‌خونن یه دفعه یهو رها می‌کنن، ول می‌کنن و باز مشکل فراموشی رو دارن. ما تمام این مشکلات رو در حقیقت در قالب راه حل براش راه حل پیدا کردیم، یعنی 256 راه حل رو ما در حقیقت آماده کردیم که قابل استفاده هست برای دوستان. یعنی در حقیقت محصولات داریم که هر کدوم از دبستان گرفته، حتی بچه های حقوق مثلا 50 خورده راه حل یعنی محصول برای اونا داریم، یعنی قوانین مختلف همه چی برنویسی شده و همینطور راجع به زبان که خب یه ترم در حقیقت SG5مون هست که همونطور که خدمت گفتم 5 تا ابزار رها نکردن اختصاصی اضافه کردیم، یعنی خود G5 اصلا مکانیزمش همون پاداش‌های فوری و در حقیقت همون قضیه تخم خوردن خودمون هست که یه تخم برمی‌داریم تخم بعدی. بله اینم همونطور یه G5 برمی‌داریم یا همون لقمه‌های یادگیری رو برمی‌داریم لقمه یادگیری بعدی و این حس خوب باعث میشه که ما G5 رو رها نمی‌کنیم. و ما خیلی دوستانی داشتیم، مثلا من حالا یه خاطره یادم آقای احمد بیکی بودن، ایشون میگفتن من تو مترو G5 در آوردم شروع کردم به خوندن، گفتم خب خیلی خوب شدم توی که داره مترو میره من نگاه کنیم، بعد یه سر رو بالا آوردم دیدم 3 تا ایستگاه رد کردم، بعد دوباره خوشحال شدم گفتم رفت نرو باز دوباره تو برگشتم میخونم. و این حسیه که ما برای زبان لازم داریم که رهاش نکنیم، باید حس بازی
آقای دکتر سرمانپور که شروع فوق دکترای برق دارم باز همین جمله رو میگفتم، گفتم من واقعا حس میکنم خودم با خودم دارم بازی میکنم، این خودم با خودم دارم مسابقه میدم، این خونه رو پر میکنم خونه بعدی، این حسیه که در جیبم هست. بذار اون پنج ابزار فوق العاده که طراحی شده برای اینکه ما کارو نیمکار راه نکنیم. مهندس خیلی متشکرم، به هر بحث آموزشی بود، متشکرم دوستان وقت دادن که به سرانجام برسونیمش و باز هم امیدوارم که انگیزه خوبی باشه. ما بسیاری از دوستانمون که تو عرصه آموزشی حالا وقت میذارن، سرمایه میذارن، مثلا به یه تایم زمانی مثل ایام نوروز که میخورن، این وقفه باعث میشه که پشتشون باد بخوره. دهیم. تو عرصه کنکور خیلی این اتفاق میفته و یه عده‌ای همچون سیاهی لشکر حذف میشن از گردونه کنکور. امیدوارم جی 5 در حکم همین بازی فردی انگیزه رو به ما بده که یک لحظه هم در واقع ترکش نکنیم و پای همین برنامه تلویزیونی هم جی برگامونو بکنیم و همین که مثلا داریم سریالی میبینیم، موسیقی گوش میکنیم، رادیوی گوش میکنیم، حداقل یک فلش کارت یا شما میگین چی؟ جیبرگ. آره. برگای کوچیک کوچیک شده لقمه های یادگیری اونو مرور بکنیم. متشکرم از شما. بزرگوار.